بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد سوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، حکمت جاوید. جملات قصار. خودشناسی جاوید. صفحه 46. آن که ایمان ندارد، آرامش ندارد، ادب ندارد، عزت نفس ندارد، اتکای به نفس ندارد، وفا ندارد، جدیت ندارد، محبت ندارد، دوست ندارد، اعتماد ندارد، عقل ندارد، نظافت ندارد، باوری ندارد، هوش ندارد، سیری ندارد، اختیار ندارد، حیا ندارد، صداقت ندارد. زیرا همه صفات نیک آدمی حاصل بی‌نیازی اوست و ایمان عرصه بی‌نیازی است. حکمت جاوید، فلسفه شکست. هر شکستی فقط یک معنا دارد و آن امر به خروج از وضعیت موجود است. آدمی غریزتاً دوست دار دشمن خیش است و این است راز شکست در عشق. شکست ایده ایست که با آن می جنگیم تا رخ ندهد، ولی رخ می دهد. کسی که همواره برای شکست خوردن آماده است، شکست نمی خورد. شکست یعنی شکست خوردن در نبرد با قوانین طبیعت. شکست ابدی آن است که درک و تصدیق نشود. شکستی جز شکست اراده انسان در مقابل اراده خدا نیست. کسی که به استقبال شکست خود می رود و در آن مشارکت می کند و از آن سبقت می جوید، شکست را شکست می دهد. شکست انسان در جهان راز تنها شدن اوست. آدمی از شکست نمی هراسد، بلکه از تنها شدن می هراسد. کسی که تنهایی را بپذیرد هرگز شکست نمی خورد. شکستی جز شکست من نیست. آن که در بیرون پیروز می شود در درون شکست می خورد. حکمت جاوید، دجالی ها. هر حقیقتی دجالی دارد و دجال عرفان لاابالیگری است. دجال علم دانشگاه است. دجال عدل دموکراسی است. دجال صدق بی حیایی است. دجال ارادت تقلید است. دجال حکمت پزشکی است. دجال ذکر ورد است. دجال عشق ایثار است. دجال ایمان بیمه است. دجال حجاب شیکی است. دجال آخر الزمان تکنولوژی است. دجال اختیار آزادی است. دجال اسمت فمینیزم است. دجال توحید خدای خیالی است. دجال واقعیت آرزو است. حکمت جاوید، حیرت. حیرت ها از آدمی که خود را باور ندارد و متحیر است از اینکه چرا کسی باورش ندارد. حیرت ها از آدمی که به خود رحم نمی کند و متحیر است از این که چرا کسی به او رحم نمی کند. حیرت ها از آدمی که خود را دوست نمی دارد و متحیر است از این که چرا کسی دوستش نمی دارد. حیرت ها از آدمی که خود را نمی فهمد و متحیر است از این که چرا کسی او را فهم نمی کند.
حیرتا از آدمی که با خود صادق نیست و متحیر است از این که چرا کسی با او صادق نیست. حیرتا از آدمی که به خود حرمت نمی نهد و متحیر است از این که چرا کسی حرمتش نمی نهد. حیرتا از آدمی که به همه دروغ می گوید و همه را دعوت به صدق می کند. حیرتا از آدمی که به دوست خود دشمنی می کند و با دشمنانش دوستی می کند. حیرتا از آدمی که به فردا شکی ندارد ولی به زندگی بعد از مرگ شک دارد. حیرتا از آدمی که خدای نادیده را می شناسد ولی خودش را نمی شناسد. حیرتا از آدمی که از ریا کردن خسته نمی شود و لحظه ای نمی خواهد خودش باشد. حکمت جاوید خداشناسی. خداوند هستی موجودات است و نیستی آنها، هستی نیستی و نیستی هستی، هستی هستی و نیستی نیستی. خداوند تنها موجودی است که همه او را می‌شناسند. خداوند آنگاه شدیدتر حضور دارد که ما در خود حضور داریم. هرگاه که به خود می‌آییم خدا را می‌یابیم. خداوند همان خود آیی است. آنگاه که بی خود هستیم خداوند مراقب ماست، ولی آنگاه که به خود می آییم ما مراقب او هستیم. آنگاه که کاری را برای خدا انجام می دهیم او مشغول انجام کاری ویژه برای ماست. آنچرا که هر کسی خدای خود می نامد همان تنهایی اوست. خداوند بر جمعیت است ولی در فردیت. هر که خدا را ببیند نگاهش بر او مات می شود، یعنی می میرد. خدا به سراغ هر که برود همه از او می گریزند. هر که به سراغ خدا برود همه مردمان او را محاصره می کنند. خداوند عدم ماست و ما وجود او هستیم و بدین گونه خلیفه یکدیگریم. خداوند در آن واحد فقط در یک نفر است و آن هم امام اوست. حکمت جاوید دوستی. سرنوشت تو همواره به دست نزدیکترین دوست تو نوشته می شود. دوست تو دشمن اراده نفسانی توست. هیچ اقدام سرنوشت سازی به تنهایی اتخاذ نمی شود. امام تو نزدیکترین دوست توست. از دوستی دور نمی شوی مگر اینکه به دشمنی نزدیک می شوی. فامیل هرگز دوست نخواهند بود. دوست تو هرگز تو را نمی ستاید. کسی که دوست صدیقی ندارد جز خود فروشی هنری ندارد. وفای به دوست وفای به خداست و خیانت به دوست خیانت به خداست. دوست عزت نفس تو را می خواهد نه لذت نفس تو را. دوست تو کسی است که تو را بی نیاز می سازد. کسی که به دوست صدیقی خیانت می کند خود را مجانن در اختیار دشمن می نهد. کسی که دوست صدیقی ندارد دعایش اجابت نمی شود. دوست تو کسی است که هرگز با تو معامله نمی کند. دوست تو کسی است که زشتی هایت را در نهان بر تو آشکار می کند. در قبال دوست تو هموار دشمن خودی. کسی که دوست را می فروشد خود را پیشتر فروخته است. آنچه که در قیامت محاسبه می شود وفا و یا جفای به دوست است.
حکمت جاوید زن. زن با محبت می آید و با تازیانه می ماند. زنی که عاشق باشد عصمت را درک می کند بلا غیر. مقام عشق برای زن محصول اطاعتش از عاشق خیش است. زنی که همسر نوشت همسر خود نباشد، مادر فرزندان خود هم نیست. زنی که عاشق نباشد، عقلش همان مکر اوست. زنی که برای شوهرش ناز کند، برای سایر مردان عشوه می کند. آنچه که زن شوهردار را به زنا می کشاند، انتقام جویی از شوهر است. زنی که عصمت داشته باشد همواره نگران آن است. زنی که شوهرش را تهدید به خیانت کند حتما خیانت می کند. اشتغال بیرونی زن هرگز انگیزه اقتصادی ندارد. زن فقط به واسطه تمکین جنسی قدرت پذیرش ولایت زناشویی می یابد. دین زن سه رکن دارد: حجاب، اطاعت و قناعت. برابری زن و مرد از منظر زنان چیزی جز آزادی جنسی نیست. زن هرگز علاقه ای به علم ندارد الا به عنوان حربه ای بر علیه مرد. زنی که از تنهایی نمی هراسد از زنا ابایی ندارد. طلاق گرفتن زن یا برای حفظ عصمت است یا امکان فسق. زنی که حیا ندارد وفا هم ندارد. ازدواج زن کافر پشتوانه فسق اوست. زنای زن معلول استفاده ابزاری از پایین تنه است. زن کافر زنی است که از زن بودن خود بیزار است. زنی که از زنانیت خود بیزار است زنایی می شود. حکمت جاوید ترین ها. ترسو ترین آدم ها در پشت سر دلیل ترین آدم ها راه می روند. کافرترین آدم ها را در اطراف مؤمنترین انسان ها میابیم. شقیترین آدم ها در خانه مهربانترین انسان ها زیست میکنند. ابلهترین آدم ها را مرید خردمندترین انسان ها میابیم. ناپاکترین آدم ها محبوب پاکترین انسان ها میشوند. ریاکارترین آدم ها دم از دوستی با صادقترین انسان ها می زنند. بدترین آدم ها در رابطه با خوبترین انسان ها پدید می آیند. نتیجه ولذا خوبان همواره تنها و بدنام هستند. خوبان برای نجات بدان آمدند. حکمت جاوید عشق. عشق عبارت است از نزول آسمان بر زمین، تجلی ماوراء طبیعت در طبیعت و نور لطف پروردگار و هدایت حق که از دل عاشق وجود معشوق را مخاطب قرار می دهد. پس وای بر عاشقی که خودش را مالک این عشق بداند و لذا بر معشوق منت نهد و عشق را به تجارت گذارد و هزاران دریغ بر معشوق که این عشق را انکار نموده و یا به واسطه آن قصد سلطه بر عاشق را داشته باشد و از اطاعت عاشق سرپیچی نماید. معشوقی که از اطاعت امر عاشقان سرپیچی کند، از امر و هدایت و غایت لطف خداوند سرپیچی نموده است و بزرگترین ظلم ممکن را به خودش روا داشته و به جنت زمین پشت نموده است. حکمت جاوید. چه کسی عشق را نفرت می‌دارد؟
کسی که عهد و وفا را بندگی می داند، کسی که توجه را تجسس می داند، کسی که رحم را تحقیر می کند، کسی که انتقاد خصوصی را اهانت می پندارد، کسی که از خودگذشتگی را مسخره می کند، کسی که ابراز محبت را سبکسری می خواند، کسی که اظهار نیاز را بدبختی می داند، کسی که به جای عذرخواهی خود را مسخره می کند، کسی که ادب و حیا را عقب ماندگی می فهمد، کسی که خیشتنداری را ریا می نامد، کسی که علاقه قلبی را در خود سرکوب می کند، کسی که تجاوزگر را صاحب اقتدار می داند، کسی که از گفتن و شنیدن دوستت دارم وحشت دارد، کسی که خصم جاودانگی است، کسی که دشمن خداست، کسی که صبر و عفو و گذشت را حقارت می داند، کسی که سادگی و صمیمیت را حماقت می خواند، کسی که اعتماد را بلاهت می پندارد، کسی که به واسطه تبهکاریش نمیتواند حتی ذره ای خود را دوست بدارد. تنها دوست قسم خورده انسان و تنها دشمن قسم خورده انسان. آیا چه امری باعث می شود تا نتوانی به دیگری بگویی که دوستش داری؟ آیا چه امری باعث می شود تا نتوانی راست بگویی؟ آیا چه امری باعث می شود تا نتوانی از بابت خطایت عذر بخواهی؟ آیا چه امری باعث می شود تا نتوانی نیازت را بر زبان آوری و عقده کنی و دشمن عالم و آدم بشوی؟ آیا چه امری باعث می شود تا از خطای خود نگذری، تا خودت را تغییر دهی؟ آیا چه امری باعث می شود تا عمدن خودت را بفریبی و دیوانه کنی؟ آیا چه امری باعث می شود که نتوانی حقایق را بپذیری؟ آیا چه امری باعث می شود که علی رغم عقلت عمل کنی؟ جز من خودت دشمن قسم خورده ای نداری و نمی توانی با من خودت از منت بگذری. ارزش وجودی و سرنوشت ساز یک پیر عرفانی یعنی امام از اینجاست. او تنها دوست قسم خورده توست و تو تنها دشمن قسم خورده خیشتنی و او دشمنت را از تو می ستاند و به جان خودش می اندازد. چند حکمت پسامدرن. رئیس جمهور محصول رأی مردم نیست، بلکه رأی مردم محصول رئیس جمهور شدن کسی است که باید رئیس جمهور شود. عجب نیست که عشق به نفرت انجامد، عجب است که نفرت به عشق می انجامد. نیازی که با ناز برآورده می شود بر نیاز می افزاید و متقابلن بر ناز. تفاهم متقابل زناشویی یعنی باور کردن متقابل دروغ‌های همدیگر. آنجا که عشقی نیست جدیت آغاز می شود، یعنی جنگ. هیچ چیزی همچو ناز تبدیل به کینه نمی شود، زیرا هر که نیازش بیشتر است نازش بیشتر و لذا ناکامتر است. وقتی که دیگر هیچ ارزشی باقی نیست آدم لخت می شود. مدرنیسم، عشق بازاری یعنی ناز کردن و کشیدن برای نیاز.
دموکراسی یعنی تبدیل شاه به رأی از طریق تبلیغاتی که از هر رأی گیرنده یک شاه خیالی می آفریند. حکمت جاوید. آن که دنیا را می طلبد به آن می رسد ولی به دستش نمی آید. هیچ چیزی به دست نمی آید ولی به دل می تواند آمد. آن که از نژاد رود به نژاد می رسد. آن که حق معلم را ادا نمی کند آموزه هایش به او پشت می کند. آن که دوست را می فروشد تا دل دشمن به دست آورد دلش به اسارت دشمن در می آید. آن که حقی را ببیند و تصدیق نکند با آن به جنگ می آید و هلاک می شود. آن که پولی را با فروش معنویتی به دست می آورد به واسطه آن پول دیوانه می شود. آن که از محبتی بر علیه صاحب محبت استفاده می کند به اسارت دشمنان محبت در می آید. آن که به معرفتش عمل نکند احمقی می شود. آن که دین را زینت کفر کند به خدمت کافران در می آید. انسان کامل کیست؟ حکمت جاوید. کسی است که از پیروز شدن دلکنده و گذشته باشد و بلکه پیروزی را در هر شکستی درک نماید. کسی است که هیچ حسدی از گذشته و آرزویی در آینده نداشته باشد. کسی است که خداوند را در هر واقعی از زندگیش درک کرده باشد. کسی است که هر آن بی نفرت از زندگی آماده و راضی به مرگ باشد. کسی است که به هیچ کسی عقده و کینه ای نداشته باشد. کسی است که جز دوست داشتن از راه دور وظیفه ای نداشته باشد. کسی است که بودن محض را بی هیچ فعالیتی و بی هیچ همراهی عاشق باشد. کسی است که شقی ترین دشمنان مشهورش نیز از او امید نباشند. کسی است که در فقر کامل بی نیاز باشد و در تنهایی کامل عاشق باشد و در بدنامی کامل عزیز خیشتن باشد و جانبازی تنها تفریح سالم او باشد. کسی است که از مرگ و زندگی و نیز از بود و نبود خود برتر باشد. کسی است که خداوند را به خاطر ناکامی های خود دوست داشته باشد. کسی است که هیچ اراده ای از خود سراغ نداشته باشد جز خدا. کسی است که در دل و جانش حضور همه انبیا و اولیا و عرفا و صدیقین کل تاریخ بشر را درک کند و نیز حضور همه انبیاء بشر را از آغاز تا پایان تاریخ. کسی است که سپر بلای خداوند در مقابل کفار است. کسی است که همه عالم و آدمیان را مسلمان کامل بیابد. کسی که محالات را ادعا و اثبات می کند. حکمت جاوید. کفری جز ترس نیست، ترسی جز هراس از نابودی نیست. نابودی همان قلم رو به حضور خداست. ایمانی جز درک هستی در نیستی نمی باشد. شجاعت بارزترین نشان ایمان است. شجاعت یعنی به استقبال شکست و مرگ رفتن. شکست قلم رو به بینیازی ذات است. ذات سلطنت فناست. فنا همان جاودانگی است. جاودانگی محصول همزیستی و همسرنوشتی با مردان خداست. مرد خدا موجودی ورای بود و نبود است. بود نبود است و نبود هم
بوده است. ترس محصول اندیشه بود و نبوده است. حکمت جاوید، ایمان. داروی حسد ایمان است. داروی احساس حقارت ایمان است. داروی احساس پوچی ایمان است. داروی بلهوسی ایمان است. داروی ایدز ایمان است. داروی بیکاری ایمان است. داروی هرزگی ایمان است. داروی بی‌نظافتی ایمان است. داروی بی‌عاطفگی ایمان است. داروی حماقت ایمان است. داروی فقر ایمان است. داروی خلافکاری ایمان است. داروی بی‌هویتی ایمان است. داروی بدبختی ایمان است. داروی بدشانسی ایمان است. داروی مکارگی ایمان است. داروی ورشکستگی ایمان است. داروی اعتیاد ایمان است. داروی زنزلیلی ایمان است. داروی بیهجابی ایمان است. داروی تصادفات ایمان است. داروی تورم و گرانی ایمان است. داروی بزدلی ایمان است. داروی پزشک زدگی ایمان است. داروی وسواس ایمان است. داروی رسوایی ایمان است. داروی بی اعتقادی ایمان است. داروی بی عشقی ایمان است. و اما داروی بی ایمانی، دوستی و همنشینی و همدلی با یک عارف است. حکمت جاوید، دیالکتیک. جاهل نمی بیند خود را مگر انسان عاقل. کافر نمی بیند خود را مگر انسان مؤمن. عاشق نمی بیند خود را مگر انسان فاسق. شیطان پرست نمی بیند خود را مگر انسان خدا پرست. ریاکار نمی بیند خود را مگر انسان صادق. ایثارگر نمی بیند خود را مگر انسان خودپرست. شجاع نمی بیند خود را مگر انسان بزدل. عادل نمی بیند خود را مگر انسان ظالم. خوب نمی بیند خود را مگر انسان بد. زنده نمی بیند خود را مگر انسان مرده. موجود نمی بیند خود را مگر انسان نابوده. یک استثناء، فقط خداست که همان گونه هست که هست. حکمت جاوید، بدترین و بهترین. زن بد بدترین جاندار روی زمین است و زن خوب هم بهترین آن. بدترین چیزها روزی بهترین بوده است و بالعکس. عالیترین مکاتب در ذهن ظرف ظهور شریرترین انسان هاست. عرفان قلمرو به ظهور ابلیس هم هست. بدترین عذاب ها کینه نسبت به بهترین دوست است. سلامت و رفاه بزرگترین دشمن دین و دل انسان است. خوبترین انسان آن است که از خوبی گذشته است. بدترین انسان آن است که هرگز نمی خواهد آدم بدی خوانده شود. صادقترین انسان آن است که فقط از خودش حرف می زند. کافرترین انسان آن است که می خواهد عارف شود. خود نشناسترین آدم ها انقلابیون حرفه‌ای هستند. مریضترین آدم ها پزشکان هستند.
بی عاطفه ترین آدم ها مبلغان عشق هستند، بزدل ترین آدم ها مسلح هستند، بی ظرفیت ترین آدم ها ساکنان کاخ ها هستند، متکبرترین آدم ها درویش و هیپی می شوند، مردم دوست ترین آدم ها تنها هستند.